سلام، تو این ویدیو با هم دیگه این بکش بالا پایینا رو بررسی میکنیم. 20 گیگ اینترنت رایگان، 12 گیگ اینترنت رایگان، و تو همین ویدیو به صورت اجمالی یکی از شرکت هایی که پشت این تبلیغات هست به اسم همراه وصل رو با هم بررسی میکنیم. اگه نمیدونید ارزش افزوده چیه، ارزش افزوده قرار بود یه راهی باشه برای پرداخت درون اپراتوری که تبدیل شده به یه دزدی خیلی شیرینی که تقریبا الان 6 ساله از میلیون ها ایرانی داره دزدی میشه و از صدای کسی هم در نمیاد. این تبلیغ رو ببینید، نمونه یکی از تبلیغاتی که شما تو اینستاگرام امروز هم میبینید. بچه ها این لینکی گذاشتن این پایین رو بکشین بالا، دو تا بسته 12 گیگ یعنی 24 گیگ اینترنت خواهم بهتون جایزه بدم. فقط کافیه که کدتون رو وارد کنید، شما تو بزنید، اینترنتتون 100% میگیرید. اول کسی هم که جایزش رو گرفت برام بفرسته تا شاتش کنم. دو تا گیگ جداگانه به جایزه میده. علت چیه؟ علت اینه که شما رو همزمان تو دو تا اپ عضو میکنه. اینا یه سری اپ جعلی درست میکنن، مثلا دو تا آموزش فتوشاپ میذاره میشه یه اپ، هر چیزی میتونه باشه، یه لینک میذاره میشه یه اپ، فرقی نداره. میبینید اپلیکیشن هایی که اینجا عضویت در بشین ویدیو فال حافظ با تعرفه 500 تومان، اینجا به شما نمیگه دو تا اپلیکیشنه، ولی شما موقع شما موبایل تو وارد میکنی شما رو عملا تو دو تا اپ عضو میکنه که به ازای هر کدوم از اونام به شما 12 گیگ میده. الان مثلا این صفحه لندینگ همین شرکته با اسم landinghub.ir، یکی از صفحات لندینگش، اصطلاحاً اینا میگن لندینگ، که از شما شماره موبایل میخواد. این قانونه دیگه، قانونی که باید خود کاربر شماره موبایلشو بزنه بعد یه کد تایید براش بره، کد تایید رو تایید کنه. متاسفانه مردم ناآگاه ما زیاد داریم که دنبال این رایگانه و نمیدونم هدیه و اینجور چیزا میدونن و اینا قربانیان اصلی یه همچین کلاهبرداری هستن. ببینید بعضی که شماره موبایل تو اینجا وارد میکنید، برای شما دو تا پیام میاد که به شما میگه که شما عضو شدی، عضو این سرویس ها شدی، از اینکه تایید کنی. دو تا اپ، حالا یه اسم علکی هم برشون انتخاب میکنه، اینجا کد رو بخون و یکی هم اکسیره، روزی 500 تومان از شما کسب میکنه، ولی هدیه ای در کار نیست. هدیه رو چی گفته؟ اومده توضیح داده، گفته اگه میخوای هدیه رو بگیری 72 ساعت صبر میکنی، بعد امو میفرستی به این سر شماره. حالا شما ببین چند نفر تو ایران هستن که اصلا میدونن ام چیه و بعد 72 ساعت هم صبر میکنن، یعنی تا همین مرحله میرن بعد خب بیخیال میشن و عضو شدن، خودشون خبر ندارن و عضو شدن. بله میکه اصلا براش مهم نیست که شما اندروید داری یا نداری، چون اپلیکیشن ها همه بر اساس اندروید، یعنی شما با آیفون هم عضو بشی عضو شدی، باید پول پرداخت کنی. همین رو حساب کنید ببینید، 72 ساعت 3 روز باید صبر کنی، 3000 تومان شما 3000 تومان پرداخت کردی، تازه بعد از اینکه 3000 تومان پرداخت کنی میخواد به 12 گیگ اینترنت بده. چرا اینا گیگ اینترنت میدن؟ به خاطر اینکه خب این یه دزدیه که ترکیب کار یه سری شرکت‌های رانتی خود اپراتور با اپراتور. خب چی تو اپراتور مفته و تقریبا رایگانه؟ همین گیگ اینترنت، چون میتونه به راحتی جبرانش کنه، از اون ور کم فروشی کنه و گیگم بره، یعنی داره یه چیزی رو به شما میده که عملا برای خودش رایگانه. و اگر اینا حلال زاده بودن و اگر اینا سرویسی داشتن که قابل ارائه بود، با سرویسشون رو تبلیغ میکردن و شما داریم میبینی به اسم هدیه ملت رو عضو میکنن. خب بریم ببینیم پشت یه همچین کلاهبرداری، یکی از البته شرکت ها که خودشون میگن 400 شرکته، این شرکتی که مقدار بزرگتره و اگریگیتور هم محسوب میشه، بریم ببینیم پشت این شرکت کیه. اولا که ما یه کانالی زدیم، تو این کانال اومدیم گفتیم مردم هر چقدر از اینو دیدید برای ما ثبت کنید، ما اینا رو ثبت تاریخ میکنیم، چون متاسفانه الان دولتی وجود نداره که بتونه حمایت کنه و جلوی همچین دزدی رو بگیره. وزیر مملکت در حد 3 تا رئیست مربع بزنید مردم اینا کلاه بردارن، در همین حد. و متاسفانه چرخ مملکت الان داره با پول دزدی میچرخه گویا. در هر حال شما از این کانال زالووست میتونید ببینید اون چیزی که ثبت شده، و اگرم شما چیزی پیدا کردید حتما ثبت این کانال کنید. الان من همین لندینگ هاب رو اینجا میزنم ببینید ما توی هیستوریمون چقدر از این پیدا کردیم. اینا چیزایی که ما پیدا کردیم و تبلیغاتشون میلیونیه و روزانه هم هست. یعنی شما مثلا ببینید همین بنده خدایی که اینجا داره تبلیغ میکنه، نه میلاد کیکی با دلقک بازی که در میاره، کلی مخاطب داره و این مخاطبینشون توشون اکثرا آدمای ناآگاه هم وجود دارن. حالا ما سازمان فناوری اطلاعاتمون افتخارش اینه که روزی 50 تا روستا رو عضو شبکه اینترنت میکنه، اما متاسفانه اونا
قربانیان اصلی این کلاهبرداری هستند که داره انجام میشه. شرکتی که پشت این کلاهبرداری، این یه دونه نمونه، شرکتی به اسم همراه بس. شرکت همراه بس، چارتش رو من در آوردم، ارتباطاتش رو و شرکت های بالا دستیش رو. میبینید شرکت توسعه ارتباطات جامعه موبین شرکت مادرشه، که این شرکت خودش زیر مجموعه شرکت گسترش الکترونیک موبین ایرانه و شرکت موبین ایران هم زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امامه. خود ستاد اجرایی فرمان امام یکی از هلدینگ های اصلی اپراتور همراه اوله. البته الان بنیاد تعامل سپاه گویا اومده بیرون. اینا چندین ساله که دارن این دزدی رو میکنن. این چیزی که شما امروز داری میبینی روزای خوبشونه، یعنی الان قانونمند شدن، این شکلی شدن که شما میبینیشون. اینا سالها بدون که من شما خبر داشته باشیم ملت رو عضو میکردن و صداش هم در نمیوردن. الان چون یه سری قانون ها وضع شده، اینا مجبور شدن لندینگ پیج بذارن، تبلیغاتشون رو بیارن تو چشم بکنن و تو چشم اومدن به نوعی. موسی خاجوی گوکی که مدیر عامل همراه وسه، الان شتاب دنده اکسل هم راه انداخته. یعنی ما پولای من و شما با همین تبلیغات آشغالی که دیدید دکونای راه میندازن به اسم شتاب دهنده. همزمان سایت شرط بندی هم دارن ایشون، دو برد که حالا میگن چون پول نمیگیریم حلاله. تبلیغات شو سطح تهران حتما دیدید و صدها شرکت توی ساختمون که حالا در مورد صحبت. ایشون موسی خاجوی گوکی همزمان مدیر عامل هیلاوس هم هستن، یه شرکت دیگه به اسم هیلاوس، شرکتی به اسم هیلا و سام سبا که خودشو هیلاوس معرفی میکنه، با مدیر عاملی سید عبدالله میرافزلی، ایشون هم تحصیل کرده دانشگاه شریف. سال 2016 اینا یزد رفتن یه پرزنتی ارائه کردن که تو پرزنت خود این شرکت الان در دسترس هم هست، شما توی آی سی تی یزد میتونید اینو دانلود کنید، لینکش وجود داره، با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم که اینا تو پرزنتشون چی گفتن. خب پرزنت اینجوری شروع میشه: بسم الله تعالی، همراه وست، سرمایه‌گذاری شرکت همکاران راهپویان همتا یا همون همراه وست و شرکت هیلا وست، آذر 95. ببینید ملت، آذر 95 شما اصلا چیزی در مورد وست نمیدونستید، یعنی حتی نمیدونستید یه همچین دزدی داره انجام میشه، یه دونه تبلیغ هم شما ندیده بودید. ببینید اینا چجوری پول در می آوردن، از کجا پول در می آوردن. تاریخ 94 طبق این سند 184 تا شرکت خدمات ارزافزوده ارائه میکردن و ما هیچی از ارزافزوده تون تاریخ نمیدونیم. در بخش دیگه از این مستند اومده گفته که درآمد خدمات ارزافزوده همراه اول در سال 90 تا 94 اینجا میلیارد تومنه که شما دارید درآمد ارزافزوده رو میبینید به نسبت کل درآمد میلیون تومن. هدف گذاری این مستند این بوده که در سال 95 این درآمد به 1800 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه. ببینید ما داریم در مورد سال 95 صحبت میکنیم و نه الان، یعنی تو اون تاریخ اینا هدف گذاری کردن. حالا میگیم مثلا به این هدف نرسیدن، رو همون 1200 موندن. 1200 میلیارد تومان تو اون تاریخ، 1800 میلیارد تومان اینا درآمد داشتن. شما اگه سرویس یادتون میاد به من بگین. یه اسلاید دیگه اومده گفته مقایسه درآمد سرویس های وست در مقابل اپ استور ها. گفته کافه بازار 18000 اپلیکیشن ایرانی داره، 50 اپلیکیشن بالای 100 میلیون تومان داره و 2500 اپلیکیشن پولی داره. حالا کافه بازار خودش یه کثافت دونی ها، شما ببینید این چیه که کافه بازار رو مقایسه کرده و گفته که ما 100 برابر کافه بازار درآمدمونه. تو اون تاریخ 100 تا سرویس فعالی نداشتن. شما ملت چی یادتون میاد؟ در تمام این توضیحاتی که من دارم میدم شما فقط یادتون بیاد که چه سرویسی داشتید، چه سرویسی استفاده میکردید تو اون تاریخ. اینا 100 تا داشتن دیگه، اپراتور 100 تا سرویس فقط تو همراه وست داشته. شما چی یادتون میاد؟ بخش دیگه از معرفی همراه وست اومده گفته که ما سال 90 تأسیس شدیم، 5 سال سابقه داشتیم و دستاوردهای مهمی را کسب نموده ایم. دیدید دیگه، آخرین دستاورد مهمی که اینا کسب کردن هم ویدئویی بود که من براتون گذاشتم. این دستاورد مهمشونه. تازه این مال تاریخ 94 95 ها. همکاری استراتژیک با هلدینگ زهیکیش، رسانه مر، خدمات اول موبین، همه شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمانی امامن یا زیر مجموعه خود اینان. اسلاید جالب دیگه که اینجا داره، اومده خودش رو معرفی کرده که ما توی 6 ماه به نسبت بقیه شرکت ها چقدر درآمد داشتیم. من در مورد بقیه همه اینا صحبت کردم، فناپ و تل پرومو و موبین وان و این خودش که همراه بسه، میگم الان بیشترین درآمد رو داشتم.
و توی اینستاگرام شرکت اگه برید ببینید، تقریبا تمام مدیران از همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی رو لیستشون رو میتونید ببینید. وزیر وقت، شتاب دهنده اکسل و پول من شما کارآفرینم شدن. آقای مرتضی براری، معاون وزیر فعلی ارتباطات جهرمی، آقای دکتر کارآفرین نمونه هستن. همزمان ایشون حامی تیم ها هم هستن. اینقدر این پول ملت زیاده که اینا نمیدونن چی کارش کنن، یعنی هر کاری که شما فکر کنید اینا بهش دست دادن. آقای دکتر به همراه وزیر وقت، این در حال ستاد اجرایی فرمان امام منکر ارتباط و دست داشتن توی همچین بازی میشه. هر بار هم دادش صحبت کردیم گفته که گفتن، حالا دوستانی که ازشون حمایت میکنن گفتن که دولت هم سهم داره. خب فرض کنید ما دو تا دوز رفتن دزدی، ما میگیم آقا تو دزدی، میگه من دوز نیستم، اینم دزده، حالا اونم دزده، تو هم دزدی، ما داریم در مورد تو صحبت میکنیم. اینجا نمونه رو ببینید، یه برنامه رو بررسی کردیم به اسم شانتاژ. اونجا برادر موسا خاجویی رو پیدا کردیم، مصطفی خاجویی، تو شرکت گسترش شامانه‌های هوشمند آسمان که این شرکت به همراه توسعه برهان مبین ما قبلا بررسی کردیم، اینا مالکین اصلی روبیکان. مثلا این آقا حسین نظریان یه لنگش همه جا هست، یه جا مستقیم از طرف ستاد اجرایی فرمان امام، ایشون توی شرکت دیگه عضوه، یه جای دیگه توی شرکت دیگه عضوه. یعنی پیدا کردن این ارتباطات خودش که تیم 40 نفره میخواد. حالا مثلا همین ساختمونی که همراه بس توش هست رو با هم بررسی کنیم. این ساختمونش اینه: تهران جردن ناحیه غربی، کوچه اختران، پلک 57، ساختمون الماس. شما همین ساختمون الماس رو سرچ کنید، شما همین کد پستی رو گوگل کنید ببینید. رسامنگار جاوید، نمیدونم هزار تا شرکت شما فقط تو همین کد پستی تو این ساختمون میبینید. که جالبه یکی از این شرکت ها شرکتی به اسم تجارت الماس مبین که جزو لیست تحریمی های آمریکاست، که ظاهرا دلار جعلی چاپ میکردن. حالا من نمیدونم ارتباط اینا هم دیگه وجود داره ارتباطی یا نه، ولی جالب بود. خود مصطفی خاجویی، مصطفیشون مدیر یه آژانس هوایی هستش به اسم آنیگشت تهران تو همون آدرس. قبلا ایشون ترکیه یه هولدینگی داشته به اسم M&E International Holding. ببینید همینا همزمان تمام تهران رو پر کردن با یه بیلبوردی به اسم شرکت دوبورد.com تو همون آدرس، با مدیر عاملی فردی به اسم محمد حسین یار محمد، یه همچه آدمی که همین آدم رو شما سرچ میکنید دوباره مدیر عامل 10 تا شرکت دیگه هم هست. الیگشت تهران راه و جا، رایمن تک، اینا همه تو همون آدرسه. ببینید تهران، ارسال مدیر خیابان ناهید غربی، کوچه اختران، ساختمون الماس. در انتها برگردیم به امسال. یه مستندی دست من رسید که درآمد 4 ماه اول سال 98 امسال رو از محل ارزش افزوده برای همراه اول با جزئیات دست من رسید. 393 میلیارد تومان ملت در آوردن اینا با همین آشغالی که دیدید، فقط تو 4 ماه. بیشترین سهم این درآمد مال همین شرکت همراه وست بوده با همین تبلیغایی که دیدین. این شرکت فقط تو 4 ماه 86 میلیارد تومان پول درآورده، 86 میلیارد تومان در 4 ماه. یعنی این درآمد با این سهم از خالص بودن درآمد رو شما در گوگل هم نمیبینی. حالا یه دونه مرد تو مملکت نیست بره از موسی خاجوی گوکی و تیم دزدی که پشتش هستن بپرسه که شما رو با چه سرویسی داری این پول در میاری، چه چیز ارزشمندی برای اون کشور شما داشتی جز اینکه چندی میلیون نفر رو آلوده کردی. طبق همون مستند مثلا اینا سرویسی داشتن به اسم پزشک که تلویزیونم تبلیغشو میکرد، هشتمین سرویس پر درآمد همراه اول تو همین 4 ماه بوده. در انتها من این بررسی رو با یکی دیگه از تبلیغات این شرکت که شما دیدید به کجاها وصله، خیلی اجمالی هم بررسی کردیم، تمام میکنم تا ببینید اینا نه اخلاق حالیشونه نه شرافتی دارن برای پول در آوردن، و تنها چیزی که براشون مهمه این کارتلی که حداقل ما بررسی کردیم برای شب سوده، فقط براشون پول مهمه. اینا دیدید صدا سیما رو کلن کردن قمارخونه، هنوزم ول نمیکنن، یعنی هنوزم روبیکاشون داره این کار رو میکنه و اینا همه یه تیمن.
دوستان لینکی که این پایین گذاشتم واسه تون رو سر بکشید بالا به شمارتون رو ثبت کنید. به همه دو بسته اینترنت 12 گیگی و 6 گیگی یعنی 18 گیگ اینترنت هدیه میدن. زمانی که شمارتون رو ثبت کردید و دو تا کد رو وارد کردید 100% اینترنتتون رو میگیرید.